شماری از اعضای مجلس سنا از برگزاری نشست چهارجانبه صلح افغانستان در ترکیه استقبال کردند. نشست صلح افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. نمایندگان از شورای عالی صلح کشور در این نشست حضور دارند. اعضای مجلس سنا ابراز امیدواری می کنند که برگزاری این گونه نشست ها منجر به تأمین صلح دائمی در کشور شود. در همین حال شماری دیگر از اعضای مجلس سنا رهایی شماری از زندانیان حزب اسلامی از بازداشتگاه های کشور بدون در نظر داشت سابقه جرمی آنها را بی‌عدالتی در برابر دیگر زندانیان کشور می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش از شهرام امامی. نشست صلح افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. نمایندگانی از شورای عالی صلح، دو گروه طالبان و حزب اسلامی در این نشست حضور دارند. یک عضو اشتراک کننده این نشست بر رسانه ها گفته است که دکتر عباس بصیر نماینده کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، حاجی دواخان احمدزی و همایون جریر از حزب اسلامی، رحمت الله بردک از دفتر طالبان در قطر و ملا رؤوف و عبدالحلیم از گروه طالبان وابسته به ملا رسول در این نشست اشتراک کردند. این نشست به همکاری حکومت ترکیه روز گذشته آغاز شده و تا 3 روز دیگر ادامه خواهد داشت. پروسه صلح میان طالبان و حکومت به وساطت حزب اسلامی در ترکیه آغاز شود و یک کار خوب است، یک گام نیک است. شماره دیگری از اعضای مجلس سنا بر رهایی 75 زندانی وابسته به حزب اسلامی از بازداشتگاه های کشور نگرانی می کنند. اعضای مجلس سنا می گویند که زندانیان که اکنون از بند رها شدند دست به جنایت های ضد انسانی می زنند و رهایی زندانیان وابسته بر یک جریان سیاسی بدون در نظر داشت سابقه جرمی آنها به عدالتی در برابر دیگر زندانیان کشور است. ما محبوسی را داریم که 2 سال ستال دوسیهش ورق زده نشده. ما محبوسی را داریم که 1 سال شده که دوسیهش سپری شده و تا حال کسی او را پولی نداده که پول جریمه شده بطه او ریها شده. در اینجا یک جفاست. ما باید نمایندگی خوب از مردم بکنیم. شورای عالی صلح گفته است که این نشست به صورت غیر رسمی برگزار شده است. پیش از این نیز نشست هایی که به حمایت از صلح افغانستان در کشورهای خارجی برگزار شده است نتایج در پی نداشته است. دیده شود که این نشست می تواند در کار تأمین صلح در کشور کمک کند.